خیلی ممنونم به نام خدا سلام ارز امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و سرحال باشید و امسال هم همچنان آرزو میکنم که بهتر از همه سالهای گذشته باشه و ما بتونیم عبور کنیم از این گرفتاری ها و مشکلات یه بار همینجا آجزانه تقاضا کردم که یه امسال رو از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بگذریم متاسفانه بعضی از عزیزان ترتیب اثر ندادن چنان صداهای انفجاری میومد که تمام گربه های محل ما وضع حمل کردن فردا صبحش رفتم بیرون دیدم کوچه پر بچه گربه است الانم که سیزده به در رو در پیش داریم آجزانه علیلانه مستمندانه تقاضا می کنم یک سال اگر سیزده به در رو در نکنیم هیچی نمیشه. حالا مثلا پارسال که درش کردیم در ادامه خیلی خوش گذشت یه آشرشته و چهار تا تاپ خوردن بین دوتا درخته دیگه میتونیم بندازیم سر شب یلدای بعدی اگرم احیانا خیلی به رسم و رسومات پای بندین سیزده به در رو تشریف ببرید پشت بوم خونتون تنها فرقش اینه که دیگه نمیشه عاشق دختر خانواده ای که تو پارک روزی رنداز بغلی نشستن شد عاشق دختر رو پشت بوم و اونور خیابون شدن هم حالا خیلی جالب نیست هم 500 متر فاصله است هم یه دفعه 18 تا کولر بینتونه <applause> یه وقت زبونم لال انگ چشم چرونی هم میچسبونن به اون چشمای پاکتون <applause> نکته بعدی اینه که اگر رو پشت بون تاب بستین خیلی آروم حل بدین به هر حال ارتفاع زیاد خطرش از پارک خیلی بیشتره خوبیت هم نداره که آدم زنگ همسایه رو بزنه بگه ببخشید امه ما افتادن تو حیات شما آره این یه ذره بده من که خودم پشت بوم هم نمیرم تمام این تعطیلات رو زل زدم به یه جفت کلاق نر و ای که روی درخت کنار پنجرمون لونه کردن خیلی هم برام آموزنده بود هیچ میدونستید که کلاق ماده دوازده شب میخوابه تا چار و نیم صبح و آیا میدونستید که کلاق نر دوازده و رب لونه رو ترک میکنه چار و رب برمیگرده خونه آره در ادامه باز هم از مشاهدات هم از کلاقها ها براتون خواهم نظرات شما رو بخونیم. خب، به این پیجی که پایین تصویر هست برامون نظراتتون رو لطف میکنید میفرستید. جیگر تو سیخ بزنم بخورم. من. اگر روغن ذرت از ذرت درست شده، روغن زیتون هم از زیتون، پس روغن بچه از چی درست شده؟ آقای مدیری انقدر گفتید کتاب بخونید، از وجدان گرفتم؟ تصمیم گرفتم از شنبه دیگه برنامه رو نگاه نکنم. بیچاره کسانی که تو این موقعیت مجبورن کار کنن. بعدی. نمیخوام نمک رو زخمتون بپاشم ولی امسال دومین عیدیه که جمال خاشخچی بین ما نیست. از وقتی گفتن کرونا رو هوا باقی میمونه پدرم خوابیده حرکت میکنه. بعدی خدا رو شکر ماسک ها سایز ندارن وگرنه بابام یه سایز بزرگ میگرفت میگفت چند سال دیگه اندازت میشه آقای مدیری مهمونا رو از شام دعوت کنید زشت میان یه ساعت سوال میپرسید شام بهشون نمیدید میرن بعدی مهموناتون امسال خیلی تیز و بز و فرس شدن عالی اینو نفهمیدم خب حالا تو این هیروویر که همه چیز داره شیوع پیدا میکنه چند وقت یه بار هم خبر میاد که یه سری زندانی جرائم سنگین از زندان فرار کردن لاقل اینا رو قبل از فرار توجیه کنید بهش بگید که در پایان هر خفتگیری باید دستاشون رو 20 ثانیه با آب و صابون بشون. موقع زورگیری نباید بیشتر از یک متر به افراد نزدیک بشن. از دور زور بگیرن. گذشت اون دوره ای که کارتون با یه چاقوی جیبی را می افتاد. الان یه قمه یه متر و نیمی میخواد که خودتون دورتر وایسی. بعد سوال من اینه که چجوری یه هشتاد نفر با هم فرار میکنن؟ یعنی ببینید چه ازدهامی شده بوده جلو در خروجی اون زندانی عقبی ها داد میزدن داداش یکم سریتر فرار کن مام زن و بچه داریم و جالبه که از شهروندان خواسته شده بود در صورت رؤیت این هشتاد نفر مراتب رو به مسئولین مربوطه اطلاع بدن یعنی یکی از مشخصه های اینها اینه که هشتاد نفرن شایدم قبلا برای فرار با هم هماهنگ نکرده بودن هر کدومشون جدا جدا از زیر زندان تونل زدن رسیدن جلوی در دیدن هشتاد نفرن فقط دیگه به اون ساختمونی که هشتاد تا تونل زیرشه دیگه خیلی اعتباری نیست اجالتا تا اطلاعات ثانوی ورزش صبحگاهی رو در اونجا تعطیل کنید و ورودی جدید بالای 70 کیلو هم قبول نکنید. <applause> یه خواهش هم از فراری های محترم دارم. لطفاً از مشاغلی که در قرنطینه آسیب دیدن، از مشاغل آسیب پذیر زورگیری نکنید. مادر بزرگ یکی از دوستام خیاته قبل از قرنطینه یه سری اندازه گرفته بود که لباس بدوزه با این که در تمام اندازه ها اندازه دور باسن رو به علاوه ی ده کرد بازم لباس ها رو براش پس فرستادن گفتن تنگ دادن. پند خدا کل عید نشسته بود پای چرخیاتی کوک میزد اخبار نگاه میکرد فحش میداد عادت داره موقع دوخت و دوز اخبار نگاه میکنه اکثر لباس هاشم نمیدونم چرا سایز یاسر عرفات از در میاد <applause> <خلا. تص> با. بله. مایی که در آمدمون روزانه بود الان باید چی کار کنیم بشینیم خونه از گشنگی بمیریم بعدی من از الان نگران بعد از قرنطینم راه خروجی خونه رو یادم رفته بعدی کلاس آنلاین فقط اونجا که استاد رو بر میداری با خودت میبری تو آشپز خونه بعدی پس کی تموم میشه این اوضاع مگه قرار نبود از شنبه همه چیز به حالت عادی برگرده بعدی کرونا شرم کن من بیمه تامین اجتماعی بعدی کل دنیا دارن ایران رو مثال میزنن که اینا با فرهنگن به فروشگاه های مواد غذایی حمله نکردن بعدی تزریق واکسن کرونا در ده دقیقه بعدی یه طرح تعطیلی بین العیدین بذارن یه سال تعطیل کنن خیلی خوش میگذره بدون تعارف عرض کنم وضعیت فعلی جهان طوریه که اگه هوای همدیگر رو نداشته باشیم و اگه از خودگذشتگی نکنیم شاید دیگه هیچ آینده ای برامون وجود نداشته باشه گاهی برای کمک به دیگران فقط کافیه که هیچ کاری نکنیم کافیه به حق خودمون قانع باشیم کارگری که روزمزده و پسنداز ویژه‌ای نداره یحتاجش رو به صورت روزانه تهیه میکنه وقتی من و شما تا میفهمیم بیماری اومده خرید تا شیش ماه آیندهمون رو انجام میدیم در نهایت اون کارگر و اون کارمنده که با قفسه های خالی فروشگاه ها مواجه میشه یکم خودمون رو بکشیم کنار بذاریم کمک ها برسه به اونایی که باید برسه آقاه ده میلیون تومن پول جاسوییی داده یه ماه که یارانش قطع میشه به صد جا نامه می نویسه و خواهان بازنگری توسط نهادهای زیربط میشه سیب زمینی مجانی دارن توضیح میکنن جای کفش این آقاه رو کله سه چهار نفر هست که از خاور بره بالای گونی ورداره رو موبایلش هم یه نرم افزار هست به نام نانسلواتیاب تو کل عمرش یه بار خون اهدا کرده رفته اون خانواده ای رو که این به پسرشون خون داده رو پیدا کرده پنج ها شام اونجاست هی <applause> hey, گوششون میذاره به سینه ی پسره صدای پمپاژ خون رو گوش میکنه اشک تو چشماش جمع میشه <applause> اولش ارز کردم که کل تعطیلات رو به اجبار به زندگی کلاغ‌هایی که کنار پنجره خونمون لونه کرده بودن، دقت کردم. آیا می‌دونستید که کلاق نر و کلاق ماده تفاوت چندانی با هم ندارن؟ لاغل از پشت پنجره ما که چیز خاصی معلوم است. مهمان داریم چه مهمان عزیزی، بهبه، چه بازیگر درجه یکی، که همه شما از سریال ها فیلم های سینمایی او و تئاتر او خاطره دارید خانم بهناز جعفر خیلی خوش آمدین خیلی خوش آمدین و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین اگر سلامی هست سلام عرض میکنم خدمت تماشاچیان محترم و بینندگان عزیز در خونه متشکرم خیلی وسواسن خیلی خصوصا نسبت به کرونا یک گارد عجیبی دارن اون پشت نه ولی ما گفتیم که استرس دارن الان درست میشه تمام مواد شوینده جهان رو خریدن تو خونه گذاشتن با خودشون میارن از این گالونای بزرگ چند تا این پشت و ما اطمینان دادیم ما که اطمینان آره آره دادیم که هیچ اینجا خیلی مراقبیم و همه چیز عفونی شده خیلی تئاتری درجه یک هستین میدونم و ورود به تئاترتون با شاگردی خانم گلاب آدینه بود بقید. که همینجا سلام عرض می خدمت خانم گلاب آدینه و باز هم خواهش می کنم که افتخار بدن و مهمان برنامه ما باشه. و چی شد که چه سالیه؟ موضوع مال هفتاد و بله مربوط به سال هفتاد اصلا شاید شست و نه هفتاد آه. اون سالی میشه که من مدرسه میرفتم هنرستان میرفتم و همزمان کلاس بازیگری رو رفتم برای اینکه سطح مدرسه مدرسه‌مون بیاد بالا توی منطقه و ناحیه با یکی از دوستانم به نام خانم سلطانی، فقیه سلطانی که فقیه سلطانی بله، با خانم. هم هم مدرسه‌ای بودیم و هم کلاس و بعداً با هم رفتیم این کلاس که در واقع توی مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما بود. بله. یه دوره‌ای هم خانم منصور بودن معلممون که یادم اون سالا رفتن سر سریال عقیق. و ما دیگه در خدمت خانم آدینه بودیم و خانم یه جورایی دیگه رگ غیرت ما رو ام. تحریک کردن و اصلا کلا تصمیم گیری من توی زندگی تغییر کرد از گرافیک کاملا شیفت کردم روی بازیگری و دیگه سینما و تئاتر رو همینا و دانشگاه همین تئاتر خوندین؟ دانشگاه ادبیات نمایش نمایشی ادبیات نمایشی دانشگاه هنر و معماری خب و در تئاتر خیلی فوق این شما که ندیدی چرا چرا بابا مگه میشه نبینم ولی یک فیلم جنایت مکافات رو بلی. داشتین م... پارسا. پارسال ما چ... پارسال همین موقع سر تمرینای جنایت مکافات بودیم م. چون بعد از تعطیلات اجرا داشتیم تو تالار وحدت کار آقای رضا ثروتی سرفت. که چقدر کارگردان درجه یکی هم چه نقشی رو در جنایت مکافات نقش نخشه... کاترینا ایوانوفنا فامیلی شوهرم یادم نیست اه، ولی اه، زنی بودش که مسلول بود سل داشت و در واقع از بچه باید سرپرستی میکرد نامادری سونیا بود در واقع توی رمان من فکر میکنم که رمان خب البته جای خودش رو داره بله. رمان بسیار بسیار درخشان و جذابی همچنان جنایت و مکافات اصلا او من این دوره گوش کردم اودیو بوکاشون چون دیگه فرصت نمیکردم بخونم ولی توی رمان اونقدری فکر نمی کنم. درخشان بود که رضا ثروتی نقشی که خلق کرد از این راسکولنیکوفو کی بازی میکرد؟ بابک حمیدیان بابا یک به نظر من این خانم کاترینا که نقش خیلی خاص و سخت و عجیب بود و من پیشنهاد دادم به آقای ثروتی که شاید یه نقش یه خانم بالریان بگیریمش که همه چیزش بر باد رفته و حالا درگیر بیماری سل هست و این رو انقدر زیبا با همدیگه به یک نتایج خوبی رسیدیم که تکدیگری شو و مرگش روی صحنه خیلی, خیلی به نظر من زیبا جذاب جذاب یه سری تئاتر فاخر خود دوستان اسمشو گذاشتن خیلی ها <applause> که یه چند سالیه که داره اجرا میشه کمکی میکنه به تئاتر لازمه که باشه یا نه من خودم یکی از کسانی هستم که در واقع در سمت بازیگر به هم این کارا پیشنهاد شده ولی نمیدونم چرا هیچ وقت نتونستم با تیب خاطر و با اطمینان بهشون آه. بله بگم احساس میکنم یک لول دیگه ای از بازیگریه یه چیزایی که ما شاید توی دانشگاه نتونستیم بیاموزیم مثل موسیقی در تئاتر بار خیلی سنگینی موسیقی داره تو اینجور کارها و به هر حال من خودم شخصا دلم میخواد که ایدئال شکل ممکن اجرا بشه یک تئاتر یعنی هممون همه هم هم بچه های تئاتری همین تلاش رو میکنن این شکل ایدئالی حال... نیست این شکل ایدئالی نیست چون ما متاسفانه در بازیگری توی دانشگاه که آواز خوندن یا در واقع موسیقی رو نمیشناسیم یعنی آه. حتی سلفژ هم ما نداشتیم توی آه. دوره دانشگاه آشنایی با موسیقی داشتیم در واقع موسیقی در تو واحدی پاس شده ولی هممون که در واقع از سر کلاس ها در میرفتیم و جزوه ها رو میخوندیم و آخر ترم امتحان میدادیم اینکه ما در واقع معلمی داشته باشیم یا استادی داشته باشیم که اینا رو به ما یاد بده و اصلا حکایت تئاتر موزیکال یا اپرا اصلا یک حکایت دیگه یک سختی دیگه ای داره و یک تمرینای های دیگه ای داره اصلا چه از لحاظ بدن چه از لحاظ صدا اصلا همه اینا خیلی فرق میکنه و این من کس... فکر ببخشید فقط اینو بتونم بگم من فکر بازیگرای ما اومدن اینو تجربه بکنن و انگار که در واقع آزمون و خطایی آها. پیش رفتیم آها. ولی از این بابت خوشحالم که تماشاچیان بسیار بسیار زیادی رو به خودش جذب کرد معذرت می‌خوام تو یادم می من اگه یه وقتای قطع می‌کنم به خاطر که بتونیم بیشتر با هم حرف بزنیم و اینکه ستاره‌های سینما ورود کردن به توات بله. خوبه به نظرت از این بابت که تعاتر رونق میگیره من خیلی خوشحال میشم شخصا همیشه دوست دارم که سالان های تعاتر پر باشه خود من بارها و بارها برای عزیزان سعی سع میکنم مثلا برای دکتری که میرم یا کسایی که خیلی دوستشون دارم سعی میکنم بلیس تعاتر بگیرم و همیشه برای اینجور تاعت رو خود منم دچار مشکل شدم زنگ به تهیه کننده کار دوستایی که میشناسم تو اون کار هستن و همیشه این اتفاق افتاده که گفتم بابا به به خدا بلیت نداریم و از این بابت هم خوشحال میشم هم ناراحت ولی ناراحتی خوشحالیه میچربه دکتر چرا میری؟ گفتی دکتر که میرم دکتر برای سرماخوردگی چکاپ مغز و اعصاب همه چیه چند ساله که درگیر ام بله و چند ساله دقیقا؟ از سال 93 در واقع آده. کشف شد توسط دکتر نجل رحیم که رفتم پیش ایشون و سالها پیش ایشون بودم مریضشون بودم و سال 93 در واقع احتمالاً یک حمله ای بوده که سر توی تئاتر مردی برای تمام فسول آقای فرمانه رو بود که این اتفاق افتاد اونجا پله های خیلی زیادی داشت و هی من شبا فکر میکردم که چرا پام تو غیر گیر کرده چرا باهم نمیاد یا هی فکر میکردم کفشم چرا سنگینه توش سرب ریختن یا همه این اتفاقا نمیتونستم پامو کنترل کنم و هی ورزشامو شدیدتر کردم رو تردمیل خوردم زمین دیگه رفتم کمیته ورزشی المپیک رفتم یه دور فیزیوتراپی و بعدش دیدم که اصلا کنترل این پا دست خودم آه. نیست من رفتم دکتر امارایی که انجام دادن دکتر از مطبشون اومدن پایین همونجا پای دستگاه گفتن که ام خیلی راحت و منم سعی کردم که خودم از سکوتا نندازم مثلا اسمشو هیچ وقت تو زندگیم هایلایت نکرده بودم مم. که بدونم چه معنایی میده و بعدش راجبش خیلی خوندم همون شنبه ای که قرار بود برم بخوابم بعد از اینکه یه بریک پیش اومد بعد پنج روز میخوابیدم برای پالس تراپی تو بیمارستان ایران مه. تو اون پنج روز فکر میکنم که به اندازه یک دانشگاه هرچی اطلاعات بود راجع به این مسئله خوندم حتی خودنگاره هایی که بود کسانی که با این بیماری درگیری داشتن و خاطراتشون رو نوشته بودن و دیگه وارد یک تعامل و باش کنار اومدن, کنار اومدن. چاره دیگه. دیگه قطعا نمیشه داشتن. و دیگه خوبی ام، خوبم، من در واقع هی کنم مثل یه پیامکی که میاد من هی سعی می‌کنم سینش آه. نکنم اون آبیه هی نخوره بابت این نمیرم سراغش خب یک چیزهایی، یک مجموعه ای رو کشف کردم بابت طبع گرم و بدن رو که باید چجوری موازه بش بود یا خستگی هایی که برای هر کسی ممکن پیش بیاد الان همیشه ترسم از این چشمص سی وقتایی دوچار دو, دو بینی میشم یا تار میبینم یه وقتای میاد ولی واقعا به شما بگم اینکه من سر کار سختترین کار تئاتر بودم اتاق ورونیکا همین کار با آقای ثروت و با دو تا مچبند روی سطح شیبدار و یه نقش خیلی سخت رو بازی کردم بعد از این و فکر میکنم که مثل همین چیزی که میگن پیروزی جنگ با کرونا و همین اون پیروزی رو من بهش چون خیلی من شنیدم شده. که خیلی حال روحی رو این بیماری تاثیر میذاره میتونه شدت بده خیلی. بهش میتونه کاهشش بده خیلی خیلی یک سری چیزها دیگه برای آدم دور میشه مثلا برای به قول رسیدن دیگه من نمیتونم به راحتی به برم درکه و برم جایی بگم میرم بالا یه نیم رو میخورم شاید اون میگم این ترمزی شاید یه ترمزی گفت خدا گذاشته و از این بابت متشکرم واقعا متشکرم چون این ترمزه خیلی باعث شد که من با تو معنی تر به اطرافم و به جهان بنگرم و درک بهتری داشته باشم از این بابت خیلی کل شق بودم کل شق بودین از اون موقع بگین؟ جمله خانم آدینه اتفاقا چون ذکر خیلیشون بود بگم خانم آدینه به ما میگفتن که بازیگر نمیتونم نداره و این جمله طبعا. برای من شعار شده بود که نمیتونم نداره چه توی سوارکاری توی, توی هر چی توی دل رو به دریا زدن بیگدار به آب زدن ریز من کردم دم که دم من اصلا خودم بارها و بارها اصلا خودم با فاصله وقتی میشینم کارهای خودم رو نگاه میکنم گاهی وقتا به اون به نازه قبطه میخورم میگم من مثلا سر کار آقای ایاری چهار ماه بم بودم چجوری دووم آوردم یعنی خود اه آه. اهل بم اه بمی ها همشون دست کن می جفری تموم شدن، چهار ماه گذشته بیا عروسی من هنوز داشتم رو اون کلوخا و اینا راکورت حفظ می کردم و می دویدم و داشتیم ادامه فیلم بیدار شو آرزو رو کار می کردیم. بارها بارها با خودم مواجه اینجوری شدم و از این بابت خیلی عمالی و گفتی عروسی خب ازدواج نکردم چرا دوست دارم هم سفید باشه چه من این دلیل رو نشنیده بودم دا... اشکالی داره دیگه به این رسید ازدواج چرا نکردم متولد 25 5 و 53 و... و میشه چند سال من ریاضیم ضعیفه چهلو؟ و من بهش فکر خیلی وقته دیگه بهش نه همین الان سو میزنیم دیگه بهش فکر چند سال شما دیگه یه دونه شده دیگه یه دونه به... به نیت یک سالی که گذشت بود میکنیم 46 سال 46 سال, شیست سال. خب چرا ازدواج نکردی؟ تو الان چرا ازدواج نکردم باید زودتر ازدواج میکردم دیگه نه نه من نمیگم نه میگم آه. یعنی اه الان دیگه وقتش نیست اصلا پس اصلا, اصلا بهش فکر نمیکنید نه دیگه دیگه الان به خودم فکر کنم کافیه مگر اینکه یه چیزی پیش بیاد که اصلا نتونیم بگذاریم ازش اولین نقش در تصویر روسری آبی بود چه کار درخشانی از آقای زتولن انتظامی آره من سالها وقتی آقای انتظامی رو میدیدم بهشون میگفتم سلام من افتخار بابا هستم چون مم. تو اون فیلم اکه. اسمم افتخار بود عزیزم رو روحش شاد روحش شاد. چه بازیگر بزرگی بود و بی‌نظیر و چقدر فیلم روسری یا فیلم فوق العاده اولین خیلی. کار زندگی من حتی محمد هم اون موقع زنده بودن و و دیگه انگار وارد عرصه‌ی جدی و حرفه‌ای کار شدم و یادم به که آقای انتظامی توی اون در واقع قبرستونی که بازی داشتیم اومده بودیم سر خاک مادر از پشت اون کاجاهایی با من شوخی می‌کردن که من یخم بازشه حالا منم اون شر شر عرق داشتم، آب می‌شدم می‌گفت موهای من صافه، خوبه، درسته، صدا <تصف> <تصف> بعد توی تمرین‌ها آقای مدیری به بنی اعتماد میگفتن رخش اینجوری میخوای گریه کنم یا اینجوری بعد من همیشه گفتم مگه غیر از یه جور گریه کردن و جور دیگه ای هم دادیم، و سی جور آره استاد هزاران با. جور گریه میکرد. آره واقعا آره با هزاران آره. چاشنی و آره واقعا ترفندای مختلف چون یه بار گفته بودی که من سیاست بازیگری ندارم در یک گفتگویی میتونم بگم سیاست بازیگری برام الان به این ترجمه درستی رسیده که تکنیک توی بازیگری خیلی چیز مهمیه من تکنیک نداشتم سالها یعنی همیشه با رنج و شب اول قبل رو با یه سری چیزا و یه بحشتناکی میرسیدم به احساسی کار میکردم و در واقع برای چندین بار تکرارش همیشه خیلی 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 به خودم رنج میدادم. این اتفاق الان میفته ولی کنترل شده تر و این اون چیزی که میشه گفت اسمش رو برای خودم میتونم بزنم تکنیک دیگه لمش اومده دستم که چجوری کنترل کنم آه، آه. هرچند بازم می‌چربه بازیگر بیشتر احساسی هستن آه. برای همین خب تو تمرین‌ها من معمولا یه وقتایی تمام انرژیمو تموم می‌کنم و بعد جلوی دوربین میفهمم هیچ توی پرده سینما همیشه خودم وقت میبینم میبینم با ایدئال نیست 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 اه. اه. تو گن زدی تو بهتر از این میتونستی تو همجونا بهتر بودی ولی تو تئاتر این نظارت دوباره خودتو قضاوت کنی این اتفاق نمیفته نمی, نمی آفته. همه چیز رو لحظه که ریورانس میریم لحظه که از تماشا داریم سپاس و تشکر داریم در میابیم همون لحظه میفهمیم که چند چندیم آلی. و آه. کجا بایستدیم الان بهتری الحمدلله بله اصلا مدتی بود فکر کنم حرف نزده بودم این فشار حرفا یه دنیا مغزم شده بود شبیه لونه زنبور دیگه آه. بعد از این همه قرنطینه تقریبا دوچاره یه مالی شده بودم چون با خودم بیشتر صحبت کردم تلتاعت خیلی دوست داری؟ آه منم هم همینطور منم هم خیلی تلتاعت دوست دارم م... میدونم من خیلی فکر کردم به تلتاعت آره. یه زمانی مرسوم بود در تلویزیون ما خیلی کارهای حالا بعضا درخشانی هم اجرا شد ولی انگار که ور افتاد ماجرا. ماجرات آقای پوندیری من اصلا خیلی برام سوال شد تو این مدت هی فکرم اون دفتر تلتاعت اون بخش تلتاعت و سازمان اصلا چی شد, چی شد؟ کجا رفت آره. آره. نمیدونم تلتاعت رای خیلی خوب بود. من خانم جمیله شیخی روحشون شاد روحشون. من وقتی که اصلا خانم شیخی رو دیدم با تل تئاتر میشناختم اشون. یعنی اسطوره بازیگری عظمتشون اصلا برای من تل تئاتر بودش که بیشتر شنه. خب سینما کمتر میرفتم یا خود تئاتر رو اصلا خب معذوریت داشتم پا نداشتم برای رفتن تئاتر ولی تئاتر شما رو اتفاقا تو پرانتز بگم یادم اون سالا دیدم از دست هم در میرفتم دروغ میگفتم که کجام تئاتر شهر حملت حملت دکتر صادقی و شما اونجا یک جوان ترد شمشیرباز باز بودیم آره. و چالاک آقای میکایل شهرستانی خانم مازتا حاجیان بودن آره. اوفلیا اه، چی شده اینجا رسیدم؟ تلتاعت آهان اه، اصلا خانم رو میگم من وقتی که دیدم میشونی خانم محتاب نصیرپور همیشه جوان پوشه دل بله بله بودن با بله چشمای آبی بله لباسای صورتی روح شاد همیشه احمد آقالو در تئاتر بله ها بود بله. بله خیلی بازیگرای انتخاب می‌کردیم تل بعد بله ها توی دانشگاه وقتی که دیگه کم کم خودم دیدم این بیرونقیش رو رفتی سر تلتات چقدر میدن مگه می چه بله چون این کار به شدت باعث میشه که مردم چون بیننده ی تلویزیونن به عنوان یک رسانه پربیننده کاملا هی با تئاتر بیشتر آشنا بشن، بله. یعنی اینکه حالا خیلی از دقیقا. مردم ما رو نمیرن بله. میتونن از طریق تلویزیون این رو آشنا بشن بهاش و چه آثار مهمی در بله. این زمینه میتونه تبدیل به تلتاعتر از بشه، شاید... از نمایشنامه های مهم شاید مثلا برای مثال همنسلان مادرم، مامان من, من خودش شخصا خیلی اهل تلویزیون نبودن ولی کسانی بودن که از طریق دیدن تلتاعت و انتخابش مثل پادکست که الان انتخاب بله میکنیم بله. که بله. گوش کنیم بله. ششتانگمون گوش کردنه نه اینکه بخوایم حالا هم یه گپم بزنیم باید گوش کنیم واقعا درست. گوش کردن یک آدابه گوش کردن تلتاعت هم شاید آدم ها با یک متن شد با چخوف با شکسپیر با خیلی بله. متون ادبی بله. مهم و با, با داستان های کوتاهی که میشه تبدیل به تلتاعت بشه, دشار. و چقدر میتونه خیلی امیدوارم که این امیدوارم این برنامه بتونه که ترغیب کنه که تلویزیون هم بره به سمت اینکه تله تئاترای خوب بسازه و کارگردانهایی بیان این کار رو بکنن از آثار مهم آدم به بد اخلاقی هستی من فکر کنم یه ذره خطوط چهرم و این در واقع چیزی که خدا به من داده حالا ارسی که پدر و مادر دادن یه ذره صورتم رو جدی کرده ولی میتونم بگم پشت ستاره حلبی قلبی است طلا دارن بله خیلی زود شکننده و ولی خب دیگه این, این روی دارم. انتخاب تو برای نقش ها هم تاثیر داره انتخاب دیگران, کسانی دیگران که دیگرانی دیگران که دیگران من منو انتخاب میکنن در واقع تاثیر همون دیگران منظورم هم. خودم یه وقتایی چیزای دیگه دلم میخواد ولی اه. خب باید اون چهره یعنی بیشتر نقش منفی یا یکم چرا, هشه. چرا نقش منفی بله چرا که نه بیشتر من اون با نقشه منفی میشناسم در حالی ولی که ولی خب بالاخره دل دارن دیگه نقشه منفی خیلی در تاریخ خیلی منفی جذابتره همیشه اصلا مثلا یهودا خود ام. آره منفی جذاب خب چند تا سوال بپرسم فقط با بله یا خیر بگو آدم مغروری هستی؟ نمیشه حد وسطی نداره اصلا بله بله انتقاد پذیری؟ بله بله به کسی حسادت کردی؟ بله بله سهرخیزی؟ بستگی داره اخ، بله یا خیر. آخه، بله یعنی خب آخه یه سوال یه لحظه به من یه چیزی برسونید میخوام بپرسم که سهرخیز در حالت عادی یا وقتی سر کارم یا شخصا خودم خود, خود خود خودم بله یا خیر نه 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 خب بحث الان بهار کردن سختیش من بله خیلی درسته آره آینده نگری؟ نه اصلا ول خرج بله 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 خیلی خوب آدم منطقی هستی؟ نه نه ریسک پذیری؟ ریسک پذیر سب کنیم اول تفسیر کنم ریسک پذیر میتونم بگم بودم آخه الان محتاط شدم الان کنم نه خیر خیر چه گذاشتم که خودم باید باشم یک یه جشنوارهای در ژاپن بله. داور بودی بله و یک یک کوتاه راجبش بگو <تصفح> نمیخوای کوتاه بگی من به یکی از آرزوهای بزرگ زندگیم رفتم یعنی رسیدم و رفتم توکیو به نظرم قبل از اینکه هر دنیای هر انسانی از دنیا بره باید یه بار توکیو رو ببینه وای خب اون تاج محله میگفتن یا مثلا هند رو میگفتن اصلا, می گفتن. اصلاً یه من همیشه راجع به ژاپن نمیدونم چا... تا اسم ژاپن می چهار ستون بدنم میلرزید و رفتم و قدم گذاشتم در اونجا ولی واقعا احساس میکنم که در یک رویا گذشت و بعد از اینکه خوا... برگشتم ایران دلم نمیخواست این حال رو با کسی شیر کنم می فهم. اصلا تا مدت ها میخواستم سکوت کنم و لذت حالا که همه اینا رو گفتیم بیا یه شوهر ژاپنی کن <تصفيق> <تصفيق> ما برای هر چیزی یه راه حل ته نظم ته انضباط <applause> و فرهنگ ربشون. و اینا آره اصلا هر کاری پروساوا. هم دوست داری اون سینمای ژاپن کنیم با هم دیگه بیا. اصلا شاید مثلا فامیل دور هم... کروساوا باشه طرف <applause> فامیل میزوگوشی باشه مثلا دیدی چی فامیل توشی رو میفونه باشه حالا. <تصفح> یکی از سریال های مهمی که بازی کردی در اون اوائل فکر میکنم حالا سالش رو نمیدونم اون کار آقای هاتمیکی بود خاک مم. سرخ بل. که در زمان خودش خیلی سریال که سالها منو با لعیا صدا کردم و میکنن منو زی لعیا خاک سرخ بله آره خیلی کار خیلی کار خوبی بود اون کار آقای هاتمیکی ها اسمشون اومد نمیدونم مهمان ما میشن یا نه ما دعوت میکنیم با افتخار مهمان برنامه ما باشه <applause> و با آقای میر هم کار کردیم بله. مسافره مسافر مختارنامه و تئاتر تئاتر اولین کاری که کار کردم با آقای میر باقری دندون طلا بود اها. ما اون موقع یه شب در میون میرفتیم اون موقع هم من بودم هم ستاره جان اسکندری خیلی توپمون پر بود و هر دو اسودیمون میشد به هم و بعد یه شب در میون قرار شد بریم که شبی که من بودم با جناب آقای مهدی فتحی میرفتیم ستاره جان با آقای همت که نقش کاکاسیو بازی که اون سیو در این کار جدید سلمان فارسی نیستی نه. نه من سر مختارم در واقع یک هو گفتن که حامد میرباقری گفتش که بیا یه نقشیه که نقش رو در واقع همونجا تو اتاق گیریم که همه چیز میدونستن چیه فقط نقش رو میدادن دستم که دیگه دیالوگای آقای میرباقری رو خوندن از روش سخت سخته شد بله دیگه سب کردیم اومدیم و با اون همه گیریم و اینا موکول شد به روز بعد آها من شانسی که آوردم اون روز خانوم مقانلو بودن روبروم و من خدا خدا می کردم خدای الان یعنی پلانای من میرسه و من تو و خدای به من کمک کن نور می میرفت استرس و خانم قالو گفتن که نمیدونم یه چیزی پیش اومد که گفتن بله فردا میگیریم دنیا رو داده بودم به من دیگه من اتفاقا شایدم چند روز بازی کردم سر مختار ولی خب آه. از پیش تعیین شده نبود ولی خدا رو شد خوش درخشیدم درسته همه یادشون الان مشغول چه کاری هست الان مشغول اجرای نمایش شک بودیم در امارت نوفل و شاتو که به دلیل کرونا تعطیل شد همه تاعت را کم کم دست خوش این حادثه شد این اتفاق افتاد و ف... نمیدونم هیچ هیچ فکری راجع به آینده ندارم یعنی همینجور همین جور منتظرم که همه باید یک تصمیم جمعی آره. آره. معقول خوب درسته پسندیده بگیم چون خیلی،, خیلی خیلی کارا صدم همه خورد، خیلی میدونم که خیلی اهل فیلم و خیلی اهل, کتاب هستی اه... چیزی فیلمی به نظرت میرسه که خیلی دوست داشته دو باشی بخوای معرفیش کنی من خیلی در این دیگران من... ببینم خیلی دوچار دیدین یه دی وقتای اشباع میشید از غم و دیگه انقدر اینقدر رد میشه همه چیز که دیگه یک بیهسی میاد من خیلی با رسارت نشستم دوباره چرنوبیل رو دیدم خیلی خیلی هایلایت میکردم چون با بازیر نویس فارسی میبینم ببخشید <applause> خیلی با این روزگار انگاریش چیزی مشابهه بل... که اتفاق مشابهه به اون وحشتناکی نباشه یه ذره اه. باید مردمان حرف گوش کنتری باشیم در واقع داره از دنیای علم و پزشکی در واقع داره به ما باید. گوش زد میشه که رعایت کنیم برای همه برای همین بچه هایی که همشون امیدهای ما هستن و الان دلمون قنج میره برای بغل کردن بچه ها بسیدن بچه های دوستان با... این همه عشق برای آینده اینام هم که شده واقعا باید آروبا. گوش خودمون بکشیم کشمون رو بگویم. امیدوارم زودتر همین بره این ماجرا و بتونیم ازش عبور کنیم خیلی دوست داشتم یه فیلم دیگه دیدم من خیلی زندگی درباره زندگی های بزرگان خیلی دوست دارم هم کتاب بخونم الان کتاب مارینا برومویچ دارم میخونم یکی از پرفورمرهای های خیلی معروف دوستش دارم حالا خودم شخصا دوستش دارم ارادت دارم بهش و یکی که زندگی مارادونا رو دیدم دیگو مارادونا خیلی زندگی جذابه خوب بله. خیلی خیلی من چون فوتبالی نیستم نه من هم نیستم من فوتبالی نیستم زندگی اصلا زندگی مارادونا برام مهم نیست نه میدونم اطفا فیلم خوبیه ولی آخه مارادونا انقدر آدم عجیبی بوده در طول زندگیش و هست و انقدر کارای عجیب غریب کرده یه ذره خلوزه و خل, خل خوبه. یعنی یه فیلم دیگه هم تو چنیدم آقای امیر کاستاریکا دارن در ساختن که بودم میخوام برم ببینم یعنی اینقدر وسوسه شدم که اون یکی هم ببینم حالا این برام آره. خیلی جذاب بود خیلی با وقاحت تمام نشستم فیلم شیوع رو دیدم که سودربرگ ساخته بود آره. چندین سال آره. پیش درباره اون یکی ویروسه بیانه. بیانه. آره ولی, اه... ولی میگم <applause> می امیدوارم که همه دنیا عبور کنه ما هم از این مشکل چند تا کلمه میگم حست رو با یه کلمه یا یک جمله کوتاه بگو راجبش خبرنگار <applause> توضیح داره بله <applause> خب از این بگذاریم بعد میخوام همین رو راجبش حرف میزنیم <applause> <بو. تصفيق> سلبریتی نیستم نیستی ونگوک نه خیلی خیلی من با آقای ونگوگ احساس همزاد پنداری میکنم یعنی بالا پایینایی که داشته از آز شخصیتی یک شور و هیجان زندگی ناگهان یک افسردگی یعنی تمام این وجودش یعنی من فکر میکنم قشنگ درکش میکنم چرا رو برید حالا نری به اون سمت که اون رو برید بعد خودکشی کرد بعد حالا ارزشمندی هم اون گوش گوش ونگوگ بود ارزش مندی بود اه... اقلا اون تازه یه تئو داشت برادری داشت ام. ونگوگ رو خیلی دوست دارم اتفاقا یک فیلمی هم یعنی چند چند تا نسخه در چند تا ساخته شده راجع زندگیش پر آقای ونگوگ هست آخری رو یادم نیست که خیلی دوست داشتم اتفاقا. رنج هستی آخر. که اون بر اساس اون کتاب معروفی که راجع زندگی ونگوگ آخرین ورژن ها قاطی نکنم نمیدونم ولی خیلی دوست داشتم چون یک حرکت سیالی داشت دوربین با این ذهن عجیب منگو که تو تیمارستان بود توی هم مدل در واقع امپرسیونیستی ساخته شده خود فیلم هم یعنی هم به لحاظ رنگ هم به لحاظ فضا مدل خود تابلوهای رنگ فیلم داری. خیلی, خیلی. آشپزی بسیار دوست دارم خیلی این روز دست بخت... آشپزی میکنم. آنچنان آشپزی میکنم حیرت انگیزه دست اصلا خوبه. خودم آره اصلا آقای مدیجه. اصلا از این بابت دیگه آجز و ناتوانم یعنی مثلا میگم یه خورش بادمجون معمولی میخوام درست کنم آنچنان مارمالادی در میاد قوره داره پودر قوره داره بادمجون جون لیمو امان یک چیز خوشمزه ای میشه که بحبه. خوش رنگ خوش به حال اون شوهر ژاپنی <تصفح> بادم <جون. وای> <تصفح> اصلا همش میگم یه پیش دستی میخورم ولی سعید پور صمیمی خیلی <applause> عشق تاهر آقای پورسمینی ریچارد سوم تاعتری که من رفتم اولین بار بود میرفتم جلو میشستم توی تئاتر شهر ردیف جلوی جلو, جلو. این چیزی که یادم پوزیشنی که میگرفتم جلوی به پای خانم معتمداری میافتادن پرنسس آن اون لحظه چیکه چیکه عرقشون میریخ و یه جوی کوچولوی عرق <تص> اون جلو من داشتم عرقاشون رو میدیدم که داشتن آره. دیالوگا رو میگفتن چقدر آقای پرسامی دوست داشتنی و چقدر بازیگر فوق‌العاده. آه یه چیزی بگم دم در پرسیدن حراست پرسیدن شما من داشتم با دوستم میومدم اومدم برنامه شما رو دوستم اومدیم بالاتر گفت چرا گفت شما یعنی چی ناشناسا اینجا بله خب. گفتم که بابا آقای پرسامی رو حراست تالار وحدت پرسیدن شما خصیص مولیر خوابید کار دکتر رفی دیگه آره الان میگن حالا شما ما بگیم آره و... و امیدوارم که خیلی خیلی باید به خیلی چیزا اهمیت آره. نداد الان آره مدیری. سخت نباید گرفت آره امیدوارم مهمان ما باشن در این برنامه و بتونیم با ایشون هم گفته بکنیم خبرنگار گفتی توضیح داره آها <تصفح> میتونن آدم ببرن به اوج میتونن بستگی به مرا واقعا بستگی به جایگاهی داره که خود خود شخص من بازیگر چی درآورده باشم تو این سالها اه. چه محبوبیتی چه وجهی برای مردم داشته باشم واقعا یه وقتایی که بازیگرانی هستم نمیخوام بگم که من اون آدم یعنی با کمال با نهایت اه... تواضع دارم میگم اینو یه وقتایی هستش که بازیگرایی رو هر شایعه ای درات کوه تکونشون نمیده به قول معروف اصلا یه چیزی روز خبرنگار برام یه روز مخصوص تری شد روز خبرنگار من به خاطر قبل بعد بعدش فکر نمی کنم. بعدش نه بعدش بعدش فکر نمی کنم. چون بعد از اون آنچه که در توانم بود انجام دادم رفتم دیدن اون دوست خبرنگار که حالا توی موقعیت بحرانی بود دیگه بله طبیعی برای هر کسی ممکنه پیش بیاره درست ما همیشه با خوندن یه نقدی از یک خبرنگار یا یک منتقد همیشه خودمونو محک میزدیم در مقام بازیگر و الان سال هاست من فکر میکنم دیگه گم شده بله، همچین چیزی بله. من با یک نقد با یک با یک تلنگوری از یک خبرنگار ممکن بود هوشیار بشم که الان حتی جامعه چی میخواد چه انتظاری داره از من ولی سالهاست هاست که دیگه ریش و قیجی دست خودمه و اه. بسیار خودم خسته شدی؟ من نه گفتگومون رو دوست داشتی؟ بله اگه شما دوست داشتی آره حتما من حتما امیدوارم بود. که شما سر زوق آورده نه خواهش من چیزی نباشت. هست که من نپرسیده باشم تلخیم. آره روزا تلخیم ما سعی میکنیم که یعنی سعیمون میکنیم حداقل کاری که مثلا ما میتونیم بکنیم اینه که یه ذره حال آدم رو خوب نگه داریم ولو دو ساعت و روحیه بدیم و یه چیزهایی بگیم یه ذره دیگه چی کار میشه کرد واقعا تنها کاری که میتونیم بکنیم چیزی هست که نپرسیده باشم اینجا بخوای بگی راجبش هر چیز دوست داشته باشی از این تریبون من شاید فقط میخوام یه اشاره کوچیکی بکنم به اینکه ماها شاید وظیفه داشته باشیم که به بچه های کاری آموزشی هر چند کوچولو و کوتاه بدیم یعنی دلم خواست که اگر که میشه چون ما باید به هر حال کرونا که تموم نشد ما باید یک زندگی جدیدی رو در واقع آغاز کنیم هممون با تنش و استرس و با حل و ولا شروع شد و دیگه آداپته شدیم در واقع خودمون رو این تطبیق میدیم با زندگی وسواسی با زندگی که در واقع یه ذره باید باشه از خیلی چیزا بخواستم بگم در راستای زندگیمون در, در ادامه این روزمرگی ها به هر حال یه جوری آموزشی بتونیم بدیم به بچه های کار شاید حتی واقعا معنی این کلمه و ویروس رو ندونن یعنی اه. شاید واقعا از داشتن خیلی چیزا محرومن یک یه حرکتی بزنیم یه حرکتی بکنیم جمعی هممون باز همه جامعه چون بچه های کار تو ایران کم نیستن که اونها را از خطر در واقع دور نگه یک یه ج... چیزی بهشون یاد بر. بدیم حتی یه زدوفونی کردن دست شستن چند بار چگونه نمیدونم اونو چه نمی جوری آموزش می‌بینن قطعا یک کمپین هایی هستن که ازشون حمایت میکنن ولی خب فرصت آموزش دادن و اینها براشون باید در حد همین سکسوکی که می‌بینیمشون باشه. باید به همون مینیمال بودن و همون موجز بودن برسیم و ببینیم که توی این لحظه کوتاه که برخورد کردیم باشون چه تأثیری میتونیم بذاریم شاید بد نباشه این برای من بسیار یه تصمیم مهم و امیدوارم که همیشه حالت خوب باشه همه حالمون خوب باشه در کنار هم و خیلی ممنون که امشب خواهش در کنار ما بودی کلی گفتگوهای خوب راجب تاعت راجب سینما کردیم راجب بازیگری کردیم و آرزوی سلامتی دارم برات و همینطور درخشان آه. که هستی باشی آه. و بهترین آرزوها رو ممنونم منم برای شما و همه هموطنان عزیز و صبورمون متشکرم متشکرم خب برگردیم به حرفمون قبلا وقتی به همون میگفتن چرا کتاب نمیخونی؟ میگفتیم خب وقت نمیکنیم اتفاقا انقدر دلم میخواد بخونم بعد میگفتیم که کاش میشد یه یه ماه در رو رو به خودم ببندم فقط کتاب بخونم الان یک ماه در قرنطینه است تنها حرکت فرهنگیش این بوده که با کتاب یه مگس رو کشته خیلی از دانشگاه ها و مراکز علمی و فرهنگی اومدن کتاب های صوتی و الکترونیکیشون رو در این ایام رایگان کردن اما بازم تعداد بازدید کننده ها بسیار ناچیزه همینجوری پیش بریم تا چند سال دیگه کتاب خونی به یک نوع تنبیه و جزای عمومی تبدیل میشه مثلا تو دادگاه میگن متهم به ده سال حبس پنج میلیون تومن جریمه و خواندن رمان صد سال تنهایی محکوم می شود. بعد متهم شروع میکنه فریاد زدن که نه جناب قاضی خواهش میکنم رمان نه این حق من نیست همینجوری که داره فریاد میزنه از دادگاه میبرنش بیرون اگر به جای هر ده تا لایکی که تو فضای مجازی میزنیم یه صفحه کتاب میخوندیم الان مجبور نبودیم در توییتر و اینستاگرام مخفی بشیم که مبادا کسی با خود واقعیمون آشنا بشه توصیه من اینه که اگر میخوایین کتاب بخونید هرچه سریتر بخونید چون همونطور که میدونید کتابها در گذر زمان با تغییراتی مواجه میشن یه روزی کبرا تصمیم گرفت که دیگه هیچ وقت کتابش رو زیر درخت جا نذاره یه مدت که گذشت درخت رو بریدن کبرا دیگه جایی رو نداشت که کتاب رو جا بذاره بازم یه مدت گذشت مجبور شدن خونه رو عوض کنن دیگه کلا حیاتی نبود که کتابی توش جا بمونه بازم گذشت پدر کبرا کتاب رو برد کنار پیاده رو بسات کرد و به این ترتیب اصلا دیگه کتابی نبود که کسی اونو جا بذاره نظرات شما رو و بعدش بریم سراغ حرف آخر خیلی بده که نمیتونیم پیش پدر مادرامون باشیم تو این شرایط هم نگران خودمونیم هم نگران اونها اگه برنامه شما نبود نمیدونستم چجوری عید رو تحمل کنم البته میتونستم برنامه های دیگر هم نگاه کنم از برنامه شما که بهتره <applause> متوجه نشد جاتون خالی دیشب آشخالا رو بردم دم در نمیدونید بیرون چه صفایی داره بعد یه ماه و نیم که تو خونه بودم خواستم برم تو حیات که هوایی بخورم مادرم داد زد کجا باز زد. اون روزای اول قرنطینه دوستم زنگ زد گفت بیا بریم بیرون قلیون بکشیم گفتم کرونا اومده گفت اشکال نداره اونم بیار تو این موقعیت خیلی بهتره که برنامه رو بدون حضور خودتون و مهمون برگزار کنید. بعدی مگه نمیگید برنامه بدون حضور تماشاگره. پس چرا صدای خنده میاد فکر کردید میتونید ما رو گول بزنید ؟. و صحبت آخر خیلی. از من سوال میشه که چرا نسبت به قبل کمتر تو برنامه صحبت میکنم؟ معمولا به این دوستام جواب میدم که اینطور نیست. من همون میگم که قبلا میگفتم منتها خب همش پخش نمیشه. <applause> میگن خب یه چیزی بگو که پخش بشه. چشم. من الان میخوام یه چیزایی بگم که پخش بشه. ارزم خدمتون که همواره به پدر و مادر خود نیکی کنید دیگه این پوسته های سفیدی که به پر پرتغال میچسبه اینا رو تا جایی که میشه جدا کنید بعد پرتغال رو بخورید قبل از عزیمت به مسافرت حتما باد چرخاتون رو چک کنید ایه. گاهی مراجعه میکنن به من میگن آقای مدیری سس کچاپ ریخته رو قالی چه کنیم میگم عزیزم چارش فقط سرکه سفیده <تصفح> یه پارچه تمیز بر میداری آقشتش میکنی میذاری رو لکه میری پیکار <تصفح> نکته خیلی مهم این که ناخوناتون رو هیچوقت از ته نگیرید چون تا دو سه ساعت جز جز میکنه یه کوچولو بذاری تهش بمونه الان یه ناخونگیرای اومده که خودش از ته نمیگیره اصلا مدلش خواستید بخرید بگید از این ناخونگیر از تهنگیرا میخوام <تصفح> اگه بگید از طرف دور همی اومدیم هم ده درصد احتمالا تخفیف <تصفح> و موضوع آخر اینکه که بعضی هنوز روش عبور از خیابون رو بلد نیستن فکر میکنن با یه نگاه به چپ و یه نگاه به راست میتونن ردشن اصلا اینجوری نیست نگاه به چپ و راست برای اینه که ببینیم اصلا این خیابون قابلیت عبور داره یا نه به هر حال ریسک رد شدن از خیابونی که راست شلوغ چپش هم تصادف شده بسیار بالاست خیلی ممنون خیلی متشکرم خیلی متشکرم که با ما بودید امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم به امید دیدار شب خیر و خداحافظ